درود دوستای خوبم، هنگامه هستم. به آشپزخونه من خوش اومدید. امروز اومدم با یه محصول دیگه از آلبالو. سری قبل کیک آلبالو درست کردم، امروز میخوام آلبالو پلو درست کنم. انقدر غذای خوشمزه‌ایه که نگو. اگه آلبالو دوست دارید حتما عاشقش میشید. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. بعدش هم بریم سراغ مواد گوشتیمون. نیم کیلو گوشت چرخ کرده رو با یه پیاز متوسط رنده شده، فقط یه مقدار آب اضافیش رو گرفتم، یه قاشق مرباخوری نمک، فلفل قرمز شیرین نصف قاشق چای خوری، فلفل سیاه نصف قاشق چای خوری، یه قاشق چای خوری هم زردچوبه. میریزم روی گوشت و پیازم، حسابی ورزش میدم. میتونید گوشت رو تا 300 گرم کم کنید، به همون میزان هم پیاز کوچیکتر استفاده کنید تا ادویه هاتون رو کمتر بریزید. بعد از اینکه حسابی ورز خورد گوشتام، تو دستم حالا کوچیک کوچیک برمیدارم و قلقلیشون میکنم اندازه یه دونه فندق حالا بزرگ. اون دیگه اندازش دست خودتونه. من خیلی هم ریز ریز نکردم، ولی میتونید خیلی هم ریز کنید. من دوستشم بیشتر بزرگتر یکم دیده بشه گوشتام، به خاطر اون یکم اندازه فندق بزرگتر برش داشتم. بعد از اینکه همه گوشتامو حاضر کردم، میذارمش توی یخچال تا آلبالوها رو حاضر کنم. 1.5 پیمانه آلبالو هسته گرفته شده دارم، میریزمش توی ظرف. بهش یه قاشق غذاخوری شکر میزنم. البته استاندارد این آلبالوها اینه که 2 تا قاشق بهش بزنی، که به نظر من خیلی شیرین میشد. به خاطر همین من 1 قاشق استفاده کردم. اگه دوست دارید شیرین تر باشه، همون 2 تا قاشق رو استفاده کنید. روی حرارت ملایم حدود 10 دقیقه بمونه تا بپزه، ولی نذارید زیاد نرم بشه شکلش رو از دست بده. بعدش هم باید شهد داشته باشه حتما آلبالواتون. نذارید آبش هم خوش بشه، یعنی حرارت رو زیاد نکنید که آب آلبالو خوش بشه، فقط آلبالو خالی باشه توش. آلبالوامو که گذاشتم کنار، گوشته آمادم رو میذارم روی حرارت، بهش روغن مایو کره اضافه میکنم تا موقعی که آب بندازه و بپزه. من از گوشت کاملا بدون چربی استفاده کردم، به خاطر یه مقدار روغن و کره رو بیشتر میریزم. اگه گوشتتون چربی داره کمتر بریزید روغن و کره رو. حالا 4 تا پیمانه برنج رو از 2 ساعت قبل خیس گذاشتم. میریزم تو آب در حال جوش، بهش 3 قاشق مرباخوری نمک میزنم. تا حدود 10 دقیقه، البته بسته به نوع برنجتون. بعدش هم برای آلبالو پلو برنج رو یکم زنده تر آبکش کنید. گوشت هامونم توی همین حین حاضر شده، میذارمش کنار. تا دیگه سیب زمینی میچینم تای قابلمه، تا دیگه هم که سلیقه‌ایه. یه لایه برنج میریزم، یه خورده از آلبالوها با شهدش و زعفران دم کرده،
سعی کنید که زعفران رو حذف نکنید دوستان، خیلی تو طعمش تاثیر داره. زعفران تقریبا نصف استکان باشه برای کل برنجتون کافیه. از گوشت هم میریزم ما بینش و همینطوری لایه به لایه تا لایه آخر که برنج هست ادامه میدم. رو لایه آخرم یه خورده شهد آلبالو که مونده رو میریزم و زعفران و دمش میذارم. یه خورده از گوشتام نگه میدارم برای دیزاین روش. بچه ها برنج رو زنده بردارید، چون شهد و زعفران ما بین برنج هست، برنج موقع دم کشیدن نرمتر میشه. به خاطر همون اگه نخواهید زنده بردارید حتما برنجتون یه حالت شفته پیدا میکنه، پس زنده تر بردارید حتما. برنج رو که دم گذاشتم میره برای 45 دقیقه تا دم بیاد. ولی بعد از نیم ساعت که برنج به بخار افتاد، نصف استکان روغن مایه با 100 گرم کره رو آب میکنم و میریزم روی برنج. بعد از یه ربعم که آماده است که سرو بشه. دیدید که چقدر ساده و شیک آلبالو پلو درست کردیم؟ فصل آلبالو بهتون توصیه میکنم حتما درست کنید آلبالو پلو رو، چون خیلی غذای لذیذه و همچنین خیلی غذای مجلسیه. اگه مهمون دارید حتما درست کنید برای، چون واقعا یه غذای خیلی شیکیه. راستش من اصلا دیزاین خاصی نکردم، چون انقدر ترکیب رنگش قشنگ هست که فقط گوشتا رو ریختم روش رو سرو کردم. کنارش هم تدیگ سیب زمینی و چه شود. مثل همیشه تا آخر ویدیو کنارم بودید. مرسی که لایک میکنید. سابسکرایب هم یادتون نره. نظراتتون رو کامنت کنید. اینستاگرام من رو فالو کنید. از مطالب اونجا هم استفاده کنید. و کلی دوستتون دارم و ویدیوی بعد هم دیگر رو میبینیم. You're my heart, you're my soul.